سلام به همه همراهان همیشگی همراه مکانیک. در بازار ایران محصولات چینی ضمن برخورداری از قیمت پایین‌تر نسبت به بعضی از حریفای کره‌ای و ژاپنیشون، طراحی ظاهری مدرن و آپشن‌های بیشتری هم دارند تا بتونن نظر خریداران ایرانی رو بیشتر از قبل جلب کنند. تو این کلیپ تصمیم گرفتیم 4 تا خودروی شرقی با امکانات زیاد رو معرفی کنیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً تا انتها همراهمون باشید. اولین خودرو SWM G01 هست. شرکت سیف خودرو بعد از اینکه توفیق چندانی با سوبارو و بیسو تو بازار ایران به دست نیاورد، تصمیم به مونتاژ اولین محصول شرکت SWM گرفت و دو مدل G01 و G01F رو تو لیست تولیداتش قرار داد. مدل G01F با برادرش از لحاظ فنی تفاوت چندانی نداره، ولی از کیت بدنه اسپورت و ظاهر خیلی تهاجمی تری بهره میبره و همین موضوع باعث شده تا طرفدارای بیشتری رو توی بازار پیدا کنه. این کراس اوور جمع و جور ضمن داشتن شمایل جوان پسند از آپشنای بیشتری نسبت به رقبا برخورداره و در نتیجه خانواده ها هم ازش راضی هستند. SWM G01F به عنوان یک خودروی پر آپشن چینی امکانات نسبتاً کم نظیری رو تو این بازه قیمتی در اختیار کاربران قرار میده که از جمله اونا میشه به کروز کنترل هوشمند، حسگر پارک جلو و عقب، رادارهای هشدار نقطه کور و تغییر لاین و هشدار تصادف از جلو، فرمان برقی دو جهته با ویژگی حساسیت به سرعت، مانیتور لمسی 10 اینچی، 9 اسپیکر سیستم صوتی، نویگیشن، دوربین‌های عقب و جانبی و 360 درجه، سیستم ثبت اطلاعات رانندگی، 6 عدد ایربگ شامل ایربگ های جلو و پرده‌ای و جانبی جلو، تنظیم 6 حالته برقی صندلی راننده، گرم کن و سرد کن صندلی راننده، سقف پانوراما و سانروف اشاره کرده. بنابراین مسلمه که باید نام SWM G01F تو صدر لیست پر آپشن ترین خودروهای شرقی بازار ایران جای بگیره. خودروی بعدی ریگان کوپا T210 هست. کوپا T210 یکی از محصولات ریگان خودرو هست که با نام زوتی T600 کوپه به بازار چین ارائه شده و از سال 97 به دست مشتریان ایرانی رسیده. این خودرو هم یکی دیگه از محصولات پر آپشن شرقی تو بازار ایرانه که تو سه تیپ رویال، اکسکلوسیو و فلگشیپ در اختیار خریداران ایرانی قرار گرفته. نسخه فلگشیپ این خودرو به عنوان مدل فول آپشن از امکانات متنوع و جالب توجهی بهره میبره و به دلیل وجود تجهیزاتی مثل رادارهای هشدار نقطه کور و تغییر لاین، اوتو هولد، گرم کن صندلی جلو، نسبت به خیلی از رقیبای موجود تو بازار از لحاظ آپشن‌های رفاهی شاخص تر جلوه میکنه. علاوه بر مواردی که گفتیم، کروز کنترل، فرمان برقی دو حالته حساس به سرعت، سیستم صوتی با 8 اسپیکر، نمایشگر 9 اینچی، سیستم اطلاعات سرگرمی، رهیاب، دوربین جانبی و عقب، پورت USB، صفحه کیلومتر دیجیتالی، 6 عدد کیسه هوا، صندلی 4 حالته برقی سرنشینان جلو با تنظیم برقی گودی کمر، سقف پاناروما و سانروف از امکانات بعدی این خودروی چینی هستند. لوکس جن U6 سومین خودرو لیستمونه. این کراس اوور تایوانی قبلا در سال 97 توسط شرکت آرمان موتور کبیر به بازار معرفی شد و نتونست در آن دوران به منزل مشتریان ایرانی راه پیدا کنه. تو سال 99 شرکت آزویکو تصمیم گرفت تا بدهی‌های معوقه خودش نسبت به مشتریان MG360 رو با ارائه لوکس جن U6 به اونها تسویه کنه و بنابراین مونتاژش رو کلید زد. این خودرو که البته هنوز به طور گسترده وارد بازار ایران نشده، از امکانات قابل قبولی بهره میبره و با داشتن آپشن‌هایی مثل دوربین 360 درجه، نمایشگر دیجیتالی پشت آمپر، صفحه نمایشگر 12 اینچی سیستم اطلاعات سرگرمی، سانروف برقی، کروز کنترل، ورود بدون کلید، انواع سیستم‌های ترمز و پایداری و کنترل کشش، سامانه تشخیص عابر پیاده، 6 عدد کیسه هوا، گرم کن صندلی های جلو، آینه های جانبی برقی تاشونده، ترمز پارک برقی و سانروف از پر آپشن ترین خودروهای شرقی بازاره. خودروی چینی پر آپشن آخر بهمن موتور دیگنیتیه. دانگفنگ IX5 که تو ایران با نام دیگنیتی از سوی شرکت بهمن موتور راهی بازار شده،
یک کراس اوور کوپه زیباست که در بحث آپشن و امکانات رفاهی هم مثل ظاهرش خوب ظاهر شده و امکانات مناسبی رو مثل شیشه بالابرهای آنتی پینچ، دوربین ثبت وقایع رانندگی، 4 عدد کیسه هوا، سقف پانورامیک با سانروف، دوربین عقب و 360 درجه، تنظیم برقی صندلی راننده در 6 جهت، سیستم مالتی مدیا شامل نمایشگر 25 و 10 اینچی، آینه های جانبی برقی به همراه چراغ خوشامدگویی و گرم کن، سنسور پارک جلو و عقب، چراغ های روشنایی در روز، چراغ های LED جلو و عقب به همراه سیستم تنظیم ارتفاع نور به صورت برقی، کروز کنترل، 3 عدد پورت 12 ولت، رینگ آلومینیومی 18 اینچی، برف پاکن اتوماتیک جلو و درب باک الکتریکی رو تو لیست تجهیزاتش جا داده و کاملا شایسته است که اسمش در لیست 4 خودروی شرقی با امکانات زیاد موجود تو بازار ایران جا بگیره. ممنون که تا اینجا همراهمون بودین. شما در مورد این خودروها چی فکر میکنین؟ به نظرتون چه خودروی دیگه‌ای میتونه تو این لیست قرار بگیره؟ در کامنت ها با ما در ارتباط باشید.